توی این درس یه نگاهی میندازیم به تنظیمات موشن. شاید قبل از اینکه یه خورده عمیق‌تر بخوایم به برنامه موشن نگاه بکنیم، بد نیست این تنظیمات رو شما بدونید، چون ممکنه خیلی براتون آزاردهنده باشه. اولیش خود این پنجره ولکام اسکرینه. شما چجوری میتونید یه کاری بکنید که این پنجره هر دفعه که شما موشن رو باز میکنید نیاد؟ میتونید این چک باکس رو آف بکنید و از این به بعد دیگه این پنجره باز نخواهد شد. هرچند که شما میتونید بیاید از منوی فایل اوپن یا اوپن ریسنت پروژه های سیف شده تون رو باز بکنید، اما من ممکنه بخوام هر دفعه که موشن رو باز میکنم آخرین پروژه که سیف کردم و کار کردم خودش اتوماتیک باز بشه. برای همچین کاری چیکار میتونم بکنم؟ شما میتونید بیایید همزه باید یه مقدار سب کنید تا باز بشه، منوی موشن، پریفرنسز یا همون تنظیمات، و از اینجا Add Startup به جای Create a New Project یا Show Welcome Screen که به صورت دیفالت روی Show Welcome Screen هست این پنجره، در واقع این عنوان همون پنجره که داشتیم الان صحبتش رو میکردیم نشون شما میده. میتونید بذارید روی Browse Template که تمپلیت ها رو برای شما باز میکنه، یا میتونید بذارید روی Last Open Last Project. Open Last Project همون چیزی که من الان داشتم خدمتتون میگفتم، آخرین کاری که شما داشتید انجام میدادید و سیف کردید رو براتون باز میکنه. ممکنه این اون چیزی باشه که من میخوام. عنوان دیگه که اینجا ممکنه براتون خیلی مهم باشه این third party plugins. اگر شما بخواید از افکت های افتر افکت توی موشن استفاده بکنید، بعد این چوز رو بزنید و بیاید توی هاردتون plugins افکت و فولدر افکت های افتر افکت رو انتخاب بکنید، حالا یا هر پلاگین دیگه ای که با افتر افکت باز میشه، یعنی در واقع با افتر افکت کامپتیبله، اون رو میتونید بهش معرفی بکنید از اینجا. عنوان دیگه که شاید توی پریفرنس برای شما خیلی مهم باشه و به درتون بخوره توی اپیرنس. شما اگه خاطرتون باشه گفتیم یکی از مهمترین چیزها هد اپ دیسپلی یا همین HUD. میتونید بگید که این چقدر کم رنگ یا چقدر پر رنگ باشه. همون دیفالت 75% معمولا حداقل بر من که خیلی بهتر از تنظیمات دیگه است. شاید به خاطر این باشه که باش عادت کردم. تامنیل پریوی شما برای وقتی که شما میخواین بک‌گراندتون رو ببینید. من اگه اینجا بیام روی ترانسپرنسی، شما همونطور که میبینید اینجاها خالیه. علت اینکه سیاه دیده میشه اینه که هیچی نیست. شما به جای چکربورد یا همین چهارخونه میتونید بگید یه رنگ خاص باشه. ترجیح هم من خودم با همین چکربورد کار میکنم. تایملاین شما، اگه تایملاین رو من باز بکنم، همونطور که خاطرتون هست F6 بود. تنظیمات تایملاین شماست. اگر شما اینجا نگاه بکنید اول هر کدوم از این تصاویری که من اینجا دارم یه تامنیل وجود داره، یه عکس کوچولو وجود داره. اگر شما بخواید میتونید این رو بگید فیلم استریپ بشه، یعنی همشون فریم ها رو به شما نشون بده که خیلی رم زیاد مصرف میکنه، یا اینکه بگید نه همون فقط نیم خالی باشه، اصلا اون تامنیل هم نشون نده. به شخص من همین نیم پلاس تامنیل رو بیشتر از بقیه میپسندم. یه تنظیم دیگه اینجا وجود داره که اون هم شاید براتون مفید باشه و جالب باشه بدونید. شما اینجا یه استاتس بار دارید که یه کالر و یه کوردینیت داره. هیچ اتفاقی نمیافته وقتی من این کار میکنم. علتش چیه؟ علتش رو الان خدمتتون میگم. به محض اینکه شما توی پنجره کنواستون کلیک بکنید تازه این افکت رو میبینید. الان شما اینجا میبینید یه RGB به من میده که در واقع رنگ من هست و یه XY که در واقع کوردینیت من یا همون جای من توی فضای کنواس موشن هست. به طور مثال من میتونم ببینم که حالا اگر فرضاً بخوام یه چیزی رو توی پنجره موشن جابجا بکنم، مثلا الان من میخوام این فوتیج اسکیت رو، مزاد میخوام اسکی رو، اسکیت ببخشید، جابجاش بکنم، میخوام ببینم چقدر دقیقاً تفاوت میکنه اینجا. شما میتونم قشنگ اینجا ببینم که X که عرض و Y که طول هست چقدر تغییر میکنه و همچنین رنگ. اگه بخوام یه رنگ رو انتخاب بکنم، شما میدید اینجا رنگ من رو به صورت زنده آپدیت میکنه و نشون من میده. اگر این دوتا عنوان براتون کاربردی دارن فعالشون بذارید، اگر نه میتونید آفشون بکنید.
توی قسمت پروژکتتون شما میتونید تعیین بکنید که پروژه های شما به صورت دیفالت چند ثانیه باشن یا چند فریم باشن. 10 ثانیه زمان بدی نیست. من معمولا هیچ وقت به صورت دیفالت اینجوری نیست که بگم 10 ثانیه، 3 ثانیه یا 8 ثانیه. به هر حال هر پروژه یه زمانبندی خاص خودش رو داره. و رنگ بکراندش، اینجا رنگ بکراند ما چون سیاه بود شما میبینید جایی که خالی بودن سیاه دیده میشدن. تایم دیسپلی شما در واقع همین فریم هایی که شما اینجا دارید به صورت فریم به شما نشون بده یا به صورت تایم کد، اون چیزی که شما با عنوان SMPTE تو چیزهای توی کارهای تلویزیونی باش آشنا هستید. همونطور که شما اینجا می‌بینید تایم کد تلویزیونی بر من نشون میده. و اما فریم شما از چه شماره شروع بشه؟ اینجا از 1 شروع میشه، ممکن شما بگین از 0 میخوام شروع بشه. این یه چیز شاید خیلی ساده ای باشه. دیفالت لیر دیوریشن شما این زمان برای وقتی که شما یه عکس رو وارد موشن میکنید. اگر شما یه فیلم رو وارد موشن بکنید، به طور مثال همین اسکی که من اینجا دارم، یه زمان خاصی داره چون فیلم هست، از یه جا شروع میشه یه جا تمام میشه. این زمانبندی رو شما نمیتونید تغییر بدید. اما وقتی عکس وارد موشن میکنید چند ثانیه اون عکس زمان داشته باشه، یعنی چند ثانیه طولانی باشه، شما میتونید بگید به اندازه پروژه باشه یا میتونید بگید مثلا 3 ثانیه باشه. اینم دیگه به دلخواه خودتونه. یکی از چیزهایی که قطعا و یقینا خیلی اذیتتون خواهد کرد و چندین بار از من سوال شده اینی که تو موشن ما چیکار کنیم که مثلا بذارید من عملا نشونت بدم. فرض کنید ما اینجا داریم تو موشن کار میکنیم و حالا من میخوام یه تصویر دیگه به موشن اضافه بکنم. به طور مثال میخوام من این تصویر رو اضافه بکنم. همونطور که شما میبینید شروع این تصویر، این مینی باری که شما اینجا میبینید نشون میده که تصویر شما از کجا شروع میشه کجا تموم میشه. از جایی شروع شد که تایم در واقع تایم کورسور رو چی معنی کنیم، اونجا که زمان شما هست، ایندیکیتور زمان شما هست، از اونجا میاد. هر جای شما اینو قرار داده باشید، اگر شما یه تصویر رو اضافه بکنید به تصویرهایی که توی موشن دارید، از اونجا شروع میشه. به مراتب از من سوال پرسیده شده که چجوری میشه این رو از اول پروژه گذاشت، چون ممکنه شما بخواید همه این تصاویر با هم از یه جا شروع بشن و خیلی ممکنه براتون آزاردهنده باشه اگه 15 تا 20 تا باشه، هی بخواید شما اینو بگیرید جابجا بکنید برید مثلا سراغ عکس بعدی. حالا اینکه خوشبختانه زمانبندیش درسته، مثلا بخواید برید سراغ این یکی عکس، این یکی رو بخواید از اول پروژتون بگید که شروع بشه، شما اینو بگیرید درگ بکنید تا اولش و حالا مسائل دیگه. راه حل خیلی سادهش همین create layer ازی که شما میبینید. اگر شما بگید current frame، یعنی همین جایی که الان من هستم و از اینجا شروع میکنه، اگر بگید start of project، از اول پروژه شروع میکنه. حالا من الان گذاشتمش روی start of project همونطور که شما اینجا میبینید. حالا اگر من این دوتا عکس رو پاک بکنم بیام مثلا از نظر زمانی اینجا یه دونه تصویر رو به موشن اضافه کنم، شما همونطور که می‌بینید دیگه شروعش از اینجا نیست، شروعش از اول پروژه است. اگر تصاویر شما خیلی بزرگ باشن اونها رو به اندازه ابعاد کنواس من، ما به این پنجره توی چیز میگیم توی موشن مثل فاینال کات میگیم کنواس یا همون بوم، میگیم تصاویر رو به اندازه بوم من کوچیک بکن، Scale to canvas size، رزولوشنش رو پایین بیار تا به اندازه کنواس من بشه، یا اصلا کاری نکن. این دیگه بنا به میل خود شماست، باز هم تصاویرتون رو چیکار بکنید، کوچیک کنید یا این کار رو انجام ندید. بعضی وقتا ممکنه خیلی به دردتون بخوره این Scale to canvas size، زمانی که شما مثلا یه سری عکس 2-3 مگاپیکسلی دارید، همه رو می‌خواید باهاشون کار بکنید و مثلا پروژه‌تون پاله. خب پال خیلی کوچیک‌تر از 2-3 مگاپیکسله، 2 یا 3 مگاپیکسل، به خاطر همین این رو روی اسکیل میذارید و تصاویرتون دیگه خیلی بزرگ نمیان توی موشن. اگر صدا از حالت سینکی خارج شد از چند فریم ویدیو بپر، یا اینکه نه تصویر رو نگه دار. اینم باز دیگه
پرفرنس شخصی خودتونه، میل خودتونه که چطوری میخواید باش کار بکنید. نکته دیگه که شاید اینجا براتون جالب باشه توی قسمت کشه، البته جالب که نه، خیلی مهمه، چند درصد از مموری شما، چند درصد از رمتون استفاده بکنه. اگر شما کسی هستید که سیف کردن به صورت ممتد یادتون میره، میتونید این اوتو سیف رو روشن بکنید، بگید مثلا هر 2 دقیقه برای من یک کپی بگیر و 40 تا کپی رو همینجوری نگه دار. این به این معناست که شما در حینی که دارید کار میکنید، مثلا الان اسم این پروژه رادان موشن 2، بعد از 2 دقیقه برای شما رادان موشن 2-1 سیو میکنه، بعد از 2 دقیقه -2-3-4. اینجوری نیست که روی همون پروژه هی سیو بکنه. به خاطر همین برای شما اینجا میتونید تعیین بکنید که 40 تا پروژه سیو بکن. وقتی 40 تا شد بیا از اول، یعنی میاد برای شما رادان موشن 2-1، رادان موشن -2-40. وقتی 40 تا تموم شد، 2-1 که دوباره سیو میکنه در واقع 41مه، آخرین کاریه که شما سیف میخواییم بکنیش. این مکسیموم آف هم 25 تا پروژه است که اگر شما 25 تا پروژه رو باش کار بکنید، دیگه از پروژه 26 به بعد نمیتونه براتون هی اوتو سیف کار بکنه، که خیلی بعید این اتفاق بیفته. هی شما بخواید 25 تا پروژه رو همزمان بخواید باش کار بکنید. و کجا سیف بکنه براتون؟ اینجا توی یوزر، حالا اسم یوزر من MT مجید توسلی، داکیومنتس و موشن داکیومنتس. شما میتونید جاش رو چوز بکنید و عوض بکنید، اون جایی بیارید که خودتون دوست دارید. لایف فونت شما اون چیزیه که شما اینجا میبینید، اینا لایف فونت های شما هستن. چون یه مقدار تصویری هستن، محاسباتشون پیچیده است، توی کش اینها رو میذاره زمانی که یه بار محاسبه میکنه. میتونید جای کش رو اینجا تعیین بکنید. اما یکی از چیزهای جالب توی موشن اپتیکال ورک فلو، اپتیکال فلو ری تایمینگ. اپتیکال فلو ری تایمینگ اسلو کردن یا فست کردن تصویره، با این تفاصیل که فریم ها رو با هم اوریج نمیگیره. خیلی وقتا شما ممکنه یه چیزی رو اسلو کرده باشید، دیده باشید که تصویر دیزالو میشه، دو تا تصویر به هم. توی موشن نگاه میکنه ببینید تصویر چجوری توش حرکت داره اتفاق میفته و اونجوری اسلوش میکنه. اما این کار ممکنه مقدار زمان بر باشه و به دلیل اینکه نخواد هر بار که شما خواستید زمان بندی رو تغییر بدید، یه بار دیگه محاسبات رو از اول انجام بده، اونها رو کش میکنه. یه جایی توی هاردتون محاسبات خودش رو میذاره که اینجاست جاشت. اگر خواستید میتونید جای این رو هم تغییر بدید. در نهایت این یه چیزی که نرم افزار استفاده میکنه. اینی که شما بهش دسترسی داشته باشید یا نداشته باشید شاید خیلی براتون مهم نباشه. فقط هر از چندی اگر خیلی خیلی زیاد کار ریتایمینگ انجام میدید، کار اسلو موشن فست کردن زیاد انجام میدید، این ریویل این فایندر رو بزنید، بیاید اینجا این رو پاکش بکنید، ترشش بکنید، چون ممکنه حجم خیلی زیادی گرفته باشه. مثلا شما میبینید اینجا من یک کلیپ رو اسلو کردم، 180 مگ کشش شده. ممکنه شما نخواهید، میتونید بیاید اینجا دلیتش بکنید که هاردتون رو هم زیاد اشغال نکنه. علت اینکه اینجا قرار داده شده باشه، قرار داده شده فقط همین منظوره. هرچند که شما میتونید از اینجا دیلیت ریتایمد ریتایمینگ کش رو هم بزنید، همون کار رو دقیقا انجام میده که الان شما دیدید من توی فایندر انجام دادم. خب 3-4 تا عنوان اینجا داریم: کانواس، 3D، آوتپوت، پریسیتس و جستچرز رو میذاریم برای درس بعد.